توی یه محدوده وقتی داری کار میکنید باید توجه کنید ببینید آیا مواد زمین میتونه تشنج، اختلافات، اوجاج یا تفاوت‌های فاحشی رو برای سیستم ها به وجود بیاره. چون تغییرات ناگهانی زمین، تغییرات توده های زمین یا وجود فلزات انبوهی در یک جا که پوسیدن، نابود شدن، از بین رفتن یا منابع یا مصالحی که در اونجا بودن یا هر عاملی که روی سطح زمین یا زیر زمین یه اختلاف بزرگ رو پدید بیاره، میتونه میدانهای مغناطیسی رو پدید بیاره یا میدانهای الکتریکی رو پدید بیاره که بر همدیگه فشار وارد میکنن. ذرات بار الکتریکی اینا دچار حرکت‌های سریع میشن، الکترون‌هاشون سریع حرکت میکنن و چون هی نیرو بر هم وارد کرد یا حتی با هم ترکیب شدن، اینا موجب میشن که تشنج یا اختلافات یا اوجاجاتی در سیستم پدید بیاد که مثل اینجا اپراتور کنه مرکز هدف رو گرفته. این مرکز هدف نیست، این یک اختلاف در زمین بوده که چون سیستم تنظیماتی نداره که بتونه جدا سازیش کنه، فعلا اینو به عنوان مرکز یک هدف میتونه تشخیص بده، ولی باید سیستم تنظیماتی مثل ادیتر شورت ویدیوی داشته باشه تا بیا جدا سازی کنه ببینه نقاط بحرانی کجاست و آیا واقعا اینجا اون هدف اصلی است یا اون منابعی که اومدن در اثر ترکیب یا ایجاد کردن فشار نیرو یا حرکت الکترون ها برای ترکیب دادن به یه جریان مغناطیسی با منابع دیگه برخورد کرده، موجب شده که یک دامنه بزرگی از نیرو یا انرژی در یک جا پدید بیاد که خود این حتی میتونه فرکانس هم بسازه و این فرکانس حتی شبیه طلا باشه. باید تو جدا سازی ها، تو ترکیبات، تو اعداد ویدیوی و ترشورد اپراتور بتونه این کارو یا این عملیات انجام بده تا متوجه شه اینجا هدف اصلی هست یا اون هدف اصلی در اینجا نیست. اینا موضوعات مهمیه که یک اپراتور باید در مورد زمین، منطقه، انرژی ها، وجود سیلیس ها، کوارتز ها، آذرین ها یا هر نوع تغییری از نوع گچ، آهک یا موادی که دارای خودشون حرارت هستن داشته باشه، به دست بیاره، با تنظیمات مشخص کنه تا مثل اینجا دچار بحران در تشخیص نقاط اشتباه نشه.